سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 15 اکتبر. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز برای شرکت در نشست سران کشورهای مشترک المنافع به آستانه پایتخت قزاقستان سفر کرد. در این نشست همکاری های کشورهای عضو در عرصه های گوناگون بررسی می شود. در آستانه همایش نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و همتای روسش ولادیمیر پوتین بعد از ملاقات در آستانه در نشست خبری درباره جنگ در سوریه صحبت کردند. حالا در مسئله سنی و شیعه فرضیه و آوازه زیاد است که یگان اساسی واقعی ندارد. آن چیزی که در سوریه اتفاق افتاده است تهدید به همه ماست، خصوصا به منطقه آسیای مرکزی. ما درباره حوادث ناگوار در مرز با ترکمنستان معلومات داریم. تاجیکستان نیز همین گونه نگران است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه موضع‌گیری کشورهای غربی نسبت به مناقشه سوریه را تنقید کرد و گفت نمی‌فهمد چرا روسیه را برای جنگیان و ضد گروه دولتی اسلامی در سوریه تنقید می‌کنند. آمریکا می‌گوید روسیه اکثرا شورشیانی را بمباران می‌کند که مقابل بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌جنگند. پارلمان تاجیکستان روز 15 اکتبر با قبول قانون جزا برای تن فروشی را سخت‌تر کرد که نه جنایت بلکه قانون شکنی ماموری به حساب می‌رود. بعد اصلاح کدکس مرافع حقوق ویران کنی ماموری که بعد انتشار رسمی حکم اجرا می‌گیرد، تن فروش احتمالی از 800 تا 1600 سومانی جریمه می‌شود و در صورت تکرار جنایت ممکن است را تا 15 روز زندانی کنند. بر اساس قانون‌های قبلی در تاجیکستان برای تن فروشی حدی اکثر 800 سومانی جریمه تعیین شده بود. رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید وضع مالی فانون بانک، یکی از بانک‌های خرد کشور، از طرف متخصصان تفتیش می‌شود و سرنوشت بانک را در آینده نزدیک معلوم می‌کنند. جمشید نور محمدزاده در این باره روز 15 اکتبر ضمن صحبت با خبرنگاران در دوشنبه سخن گفت. تحلیل کردن گروه سنجیده است، بعد معلوم می‌شود. چند پیشتر بانک ملی تاجیکستان گفت به سبب رعایت نکردن معیارهای مالی و بد شدن وضع فانون بانک، مدیریت این بانک به دست بانک ملی میگذرد. سرمایه فانون بانک تا آخر ماه دکبر سال 2014 به بیشتر از 237 میلیون سومانی میرسیده است. حکومت تاجیکستان برای تشویق مردم به فرزندخوانی گفت که مقررات به فرزندی گرفتن هزاران یتیم در کشور را آسان میکند. پارلمان تاجیکستان تغییر و اصلاحات به چند سند از جمله کدکسی اویله را قبول کرد و از افرادی که یتیمان را به فرزندی میگیرند از این بعد ضمن اجرای رسمیات هیچ گونه باج هم گرفته نمی شود. حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه تغییرات وارد کردن به این چهار قانون پرابلمی فرزند خانی را، یعنی به فرزند خانی قبول کردن کودکان را آسان کردن. در تاجیکستان 46200 یتیم و نیمه یتیم زندگی می کنند، ولی در مدت 5 سال اخیر فقط 3900 یتیم را به فرزندی گرفتند. در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی اگروفود تاجیکستان 2015 شروع شد که در آن محصولات، تجهیزات و تکنیک های کشاورزی از 20 کشور آسیا و اروپا را به نمایش گذاشتند. شرکت های ایتالیا، ازبکستان، روسیه، آلمان و ایران از جمله آنهایی هستند که با محصولات خود به دوشنبه آمدند. مقامات تاجیکستان گفتند هدف از برگزاری نمایشگاه جلب سرمایه به ساحه کشاورزی و همچنین پیدا کردن همکاران برای جلب تکنولوژی های نو برای پرورش و کارکرد تولیدات کشاورزی در تاجیکستان است. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.